سلام بچه ها، صبحتون بخیر. سال تحصیلی جدید به همتون تبریک میگم، مخصوصا به دوره بچه های هفتمیمون، دوره متوسطه اول تازه وارد شدید. امیدوارم که امسال سال تحصیلی خوبی براتون باشه، بهترین ها براتون اتفاق بیفته. من سلماز محمدی هستم، از امروز انشاءالله آماده میشیم برای تدریس زبان هفتم هر پنج شنبه از ساعت 9 تا 10. خب بچه ها، من میدونم یه سریاتون کلاس زبان رفتید، یه سریاتون یه پیش زمینه ای از زبان دارید. خب اما الان خوشحال میشم براتون یه مقدار توضیح بدم در مورد کتاب. شما همتون میدونید که زبان انگلیسی به هر زبان دیگه ای وقتی بخوایم شروع کنیم نیاز داریم که حروف الفبا رو بدونیم. خب حروف الفبا رو وقتی شما بدونید، وقتی صدای حروف رو بشناسید بچه ها، خیلی راحت میتونید کلمات رو تشخیص بدید، کلمات رو بخونید، کلمات رو بنویسید و وقتی کلمه ها تموم شد، تونستید روی کلمه ها تسلط پیدا کنید، میریم سراغ جمله سازی. بعد بچه ها، ما میخواییم امسال کلی چیز جدید توی کتاب یاد بگیریم، هم لغت، هم جمله سازی، هم مکالمه ساختن یا همون conversation. توی مدارستون که الان آنلاینه، با این شرایطی که هست، با این شرایط کرونا، تمام معلماتون و همینطور کارکنان گاج، تمام اساتید گاج دارن تلاششون رو میکنن تا شما به بهترین نحو ممکن تمام دروس رو یاد بگیرید. بنده هم در خدمتتون هستم هر هفته تا بهترین نتیجه رو تو زبان انگلیسی به دست بیارید. خب بچه ها، گفتیم حروف الفبا رو نیاز داریم. حروف الفبای انگلیسی رو تقریبا همتون بلدید. 26 تا حرف داریم که هر کدوم صدای خاص خودشون رو دارن. مثل فارسی صامت و مصوت دارن. یعنی 5 تا حرف داریم که این 5 تا حرف باید توی همه کلمات باشن تا شما بتونید یک کلمه رو بسازید. و بقیه حروف وقتی با هم، با این حروف صامت، حروف صدادار، حروف مصوت و حروف صدادار استفاده میشن، کلمه برای ما میسازن. خب میخوایم بریم سراغ حروف الفبامون بچهای عزیز. آماده اید شروع کنیم؟ باریکالله، آفرین به این انرژی. خب بریم سراغ حروف الفبامون. بچه ها لطفاً پای تخته رو ببینید، آماده باشید. اولین حرفی که داریم حرف A هست. A. مثل فارسی چطور حروف بزرگ و کوچیک داریم، اول و دوم، توی انگلیسی هم همینطوره بچه ها. Capital A, small A. Capital A, small A. Capital A, small A. اسمش چیه؟ A. بچه صداش چیه؟ A. Name is A. Sound is A. اسمش A. صداش A. باریکالله. بریم سراغ بعدی. حرف دوممون بچه ها بی. بی. کپیتال بی، سمال بی. کپیتال بی، سمال بی. نیم ایز بی. نیم ایز بی. اسمش بیه. ساوند ایز ب. ساوند ایز ب. صداش ب. نیم ایز بی. ساوند ایز ب. اسمش بی. صداش ب. بریم سراغ حرف بعدی. کپیتال سی، سمال سی. کپیتال سی، سمال سی. اسمش سی. نیم ایز سی. ساوند ایز که. ساوند ایز که. نیم ایز سی. اسمش سی. ساوند ایز که. صداش که. بریم بعدی.
capital D, small d. Capital D, small d. D بزرگ, D کوچیک. Name is D. Name is D. صدا اسمش D. Sound is D. Sound is D. صداش D. صداش D. Name is D. Sound is D. بریم بعدی بچه. E. E. Capital E, small e. Capital E, small e. Name is E, sound is E. Name is E, sound is E. اسمش E, صداش E. اسمش E, صداش E. آفرین بچه ها. بریم سراغ حرف بعدی. F. F. Capital F, small f. Name is F, sound is F. Sound is F. اسمش F, صداش F. Name is F, sound is F. خب تا اینجا بچه یه دوره کنیم. A, B, C, D, E, F. حرف بعدی G. 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 اسمش G, صداش G. Name is G, sound is G. اسمش G, صداش G. حرف بعدی H. H. اسمش H, صداش H. اسمش H, صداش H. Capital H, small h. Name is H, sound is H. Name is H, sound is H. حرف بعدی I. I. اسمش I. Name is I. Sound is صداش E. Name is I. Sound is E. اسمش I. صداش E. بچه یه دوره کنیم ها. A, B, C, D, E. F, G. H, I, J. 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 Name is J. اسمش J. اسمش J. Name is J. Sound is J. Name is J. Sound is J. اسمش جی صداش جه. اسمش جی صداش جه. کی. کی. اسمش کی. نیم ایز کی. ساوند ایز که. صداش که. Name is K, sound is K. اسمش K, صداش K. آفرین بچه ها. خب یک بار دیگه با هم دوره کنیم. هم اسمشون هم صداشون. باریکلا.
capital A small a, capital A small a. Name is A, اسمش A. Sound is A, صداش A. Capital B small b, capital B small b. اسمش B, صداش B. Capital C small c, اسمش C, صداش K. Capital D small d, capital D small d. Name is D, اسمش D. Sound is D, صداش D. حرف بعدی. Capital E small e, capital E small e. Name is E, اسمش E. Sound is E, صداش E. بعدی بچه ها. Capital F small f, اسمش F. Name is F, sound is F, صداش F. باریکلا. Capital G small g, capital G small g. اسمش G, صداش G, اسمش G, صداش G. باریکلا. Capital H small h, capital H small h. اسمش H, name is H, صداش H, صداش H, sound is H. باریکلا. خیلی خوبه. Capital I small i, capital I small i. اسمش I, صداش E, اسمش I, صداش E. باریکلا. حرف بعدی. Capital J small j, capital J small j. اسمش J, name is J. Sound is J, صداش J. حرف بعدی. Capital K small k, name is K, اسمش K. باریکلا. Sound is, صداش K. آفرین. بریم سراغ حرف بعد. A B C D E F G H I J K L, L. Capital L small l, capital L small l. Name is L, name is L, اسمش L, اسمش L. صداش L, صداش L. Name is L, اسمش L, sound is L, صداش L. باریکلا. حرف بعدی. M, capital M small m, capital M small m. اسمش M, sound is M. آفرین. Name is M, اسمش M, sound is M. بچه ها م، این هم درسته، صداش م، صداش م. خب A B C D E F G H I J K L M N, N. M
N. Name is N. Name is N. اسمش N. Sound is N. Sound is N. اسمش N. Sound, name is N. Sound is صداش N. باریکلا. خب. L, M, N, O. O. بچه ها تخته را نگاه کنید. O. Capital O, small O. Capital O, small O. Name is O. اسمش چیه؟ O. Sound is. صداش چیه؟ A. بچه ها ممکنه یه جاهایی صدای او هم بشنوید. پس دو تا صدا داره. هم صدای آ میده هم صدای او. هر دوتاش درسته. Name is O. اسمش O. Sound is A. O. اسمش O. صداش O. A. دوتاش درسته. خب. L, M, N. O. P. P. نگاه کنید دست منو. بچه ها کپتال P رو می نویسید. اسمال پی رو یه طبقه میایید پایین. باید یه ذره پایین تر از کپتالش قرار بگیره. کپتال پی سمال پی. کپتال پی سمال پی. نیم ایز پی. نیم ایز پی. صداش پ. پ. کپتال پی سمال پی. آفرین. Name is باریکالله P. اسمش چیه؟ P. Sound is صداش چیه؟ P. P. O. خب یه بار دیگه از اینجا بگیم. L, M, N, O, P, Q. Capital Q, small Q. Capital Q, small Q. اسمش Q. Name is Q. Sound is صداش چیه؟ Q. Q. Name is Q. Sound is Q. اسمش کیو صداش کوه. بریم از اول یه دوره کنیم دوباره برگردیم اینجا بچه ها. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, باریکلا R. Capital R, small r. Capital R, small r. Name is, اسمش چیه؟ R. صداش چیه؟ R. Sound is, صداش؟ R. Capital R, small r. Name is, اسمش چیه؟ اسمش چی بود بچه ها؟ آر. آفرین به شما. صداش چیه؟ ر. خب. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. 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 Capital S, small s. Capital S, small s. اسمش چیه؟ S. Name is S. باریکالا.
صداش چیه؟ capital S small S name is S sound is اسمش S صداش S. باریکالله خیلی خوبه. R S T بچه اسمال تی دو تا شکل داره، میتونید هم اینو بنویسید هم این، هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ مشکلی هم توی نوشتن نداره. capital T small T capital T small T sound is name is اسمش چیه؟ T صداش چیه؟ T T اسمش T صداش T name is T sound is T. آفرین. خب یک بار بیایم از اول با هم بخونیم تا برسیم به T. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U U U capital U small U capital U small U اسمش U اسمش U صداش آ. Name is you. اسمش you. Sound is آ. صداش. صداش آ. آفرین. خب. R S T U. V. V. این هفته. بچه موقعی نوشتن بی دقتی نکنید و هفته فارسی رو بنویسید خیلی مرتب منظم، چون وقتی دست خط خوبی داشته باشید مطمئنن خیلی قشنگ تر می نویسید، معلم خیلی زود جذبتون میشه و خیلی راحت تر می تونید خودتون و بقیه بخونن دست خطتون رو. capital V small V capital V small V name is V اسمش وی sound is صداش و و باریکالله خیلی خوبه آفرین. R S T U V دوباره name is وی باریکالله اسمش وی sound is و صداش و. بریم سراغ حروف بعدی. S T U V W W name is W name is W sound is اسمش W بود صداش چیه؟ بچه ها برای اینکه صدای W رو از V تشخیص بدید راحت تر بگید باید این ببین حالت وی و name is W اسمش W sound is صداش و و باریکالا. یه بار بگیم اینو capital V small V name is V آفرین اسمش V sound is و صداش و. capital W small W اسمش W name is W sound is صداش و و باریکالله. خب بریم سراغ حرف بعدی.
capital X small x. Capital X small x. Name is X. اسمش X. خب بچه صداش همون مثل اسمشه، یعنی اسم و صدا یکسانه. تنها حرفی هستش که توی زبان انگلیسی صدا و اسم یکیان. خب پس چی شد؟ capital X small x. Name is X. اسمش X. Sound is. بلندتر بچه. باریکلا. Sound is X. صداش X. خیلی خوبه. باریکلا. بریم یه بار دوره کنیم بچه ها، برگردیم. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y. وای. خب بچه ها یه وقتایی ممکنه وای و اسمال وای رو به این شکل هم ببینید. اوکی اینم درسته بچه ها، اینم درسته. خب کپتال وای اسمال وای. کپتال وای اسمال وای. نیمیز وای. نیمیز وای. اسمش وای. ساوند ساوند ایز. صداش چیه؟ یه. صداش یه. کپتال وای اسمال وای. بچه گفتیم اینم درسته، یادتون نره. کپتال مثل اسمال تی که دوتا شکل داشت. یه وقتایی ممکنه توی بعضی نوشته، بعضی از کتاب ها، یا اینکه حالا یه جا ببینید هم این درست هم این، دوتا حالتش درسته. capital y small y. اسمش چیه؟ name is y. صداش چیه؟ sound is y. sound is y. خب بریم یه بار دیگه با هم مرور کنیم، برگردیم سراغ آخرین حروفمون. a b c d e f g H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. بچه ها یه وقتایی تو بعضی از جاها ممکنه زی هم بشنوید. هم Z درسته هم Z. هیچ فرقی با هم ندارن. حالا بریم سراغ نوشتنش. capital Z small Z. capital Z small Z. name is Z یا name is Z. باریکلا. sound is. صداش چیه؟ Z. صداش Z. باریکلا. Name is Z. Name is Z. Sound is. صداش چیه؟ Z. خیلی خوبه. آفرین بچه ها. خب بیاید یه مرور کنیم هم روی صداها و هم روی اسمای حروف. باریکلا. یه بار دیگه با هم دوره کنیم. گفتیم چی بچه ها؟ گفتیم که حروف الفبا رو اول از همه باید یاد بگیریم. پایه زبانه. مثل فارسی یادتونه کلاس اول رفتید. درسته زبان مادریتون بود، اما حروف الفبا و نوشتن رو بهتون یاد دادن. صدای حروف رو بهتون یاد دادن تا بتونید کلمه بخونید، کلمه بسازید و بری سراغ جمله سازی. اینم هم همونه. فقط فرقش اینه که انگلیسیه. خب. پس یه بار دیگه باید حروف الفبا رو خوب یاد بگیریم، صدای حروف رو یاد بگیریم، به طرز نوشتنشون خیلی دقت کنیم. خب وقتی اینا انجام بشه پیش درآمد چیه؟ اول کارمون چیه؟ آفرین، خیلی خوب میتونیم کلمه رو بخونیم،
میتونیم کلمه رو بنویسیم و بریم سراغ جمله سازی و کارهای بزرگتر که مطمئنم شما حتما این کارا رو انجام میدید و به اون چیزی که توی زبان میخوای میرسید. بریم شروع کنیم بچه ها دورمون. Capital A, small a. Name is A. Sound is A. اسمش A. Sound is A. صداش A. باریکلا. بریم سراغ حرف بعدی. Capital B, small b. Name is B. اسمش B. صداش ساوندی، صداش چی بود؟ ساوندیز؟ باریکلا، ب. کپتال سی، اسمال سی. کپتال سی، اسمال سی. نیمیز، اسمش سی. ساوندیز، صداش که. صداش که. کپتال دی، سمال دی. کپتال دی، سمال دی. Name is D. صدا اسمش D. Sound is D. Sound is D. صداش D. Capital E, small E. Name is E. Sound is E. آفرین. Name is E. Sound is E. باریکلا. بریم سراغ حرف بعدیمون. خب حرف بعدیمون چیه؟ F. Capital F, small f. Capital F, small f. Name is F. اسمش F. Sound is F. صداش F. باریکلا. Capital G, small g. Capital G, small g. Name is اسمش جی. اسمش جی. آفرین. صداش sound is G. باریکلا بچه ها. Capital H, small h. Capital H, small h. Name is H. اسمش H. صداش ه. صداش ه. باریکلا. آفرین. عالیه. بریم سراغ حرف بعدی. Capital I, small i. Capital I, small i. اسمش I. Name is I. Sound is. صداش چیه؟ E. صداش چیه؟ E. آفرین به شما. Capital J, small j. Capital J, small j. اسمش جی، صداش ج. اسمش جی، صداش ج. آفرین. کپیتال کی، اسمال کی. کپیتال کی، اسمال کی. نیم ایز کی. اسمش کی. اسمش کی. صداش sound is k. باریکلا. عالیه. capital L, small l. capital L, small l. اسمش چی بود؟ L. صداش چیه؟ L. L. باریکلا. capital M, small m. اسمش M. name is M. Sound is. صداش چیه؟ م. م. باریکلا. بریم سراغ بعدی. Capital N, small n. اسمش sound is. Name is N. آفرین. صداش چی بود بچه ها؟ Sound is N. N. باریکلا. Capital O, small o. Name is O. Sound is. Sound is. باریکلا. دو تا صدا داشت. O, A. بسیار عالی. Capital P, small p. Name is
پی ساوندی صداش چی بود؟ پ آفرین. کیو کپتال کیو سمال کیو کپتال کیو سمال کیو. نیمیز اسمش چیه؟ کیو ساوندیز کوه صداش چیه؟ کوه. باریکلا. کپتال آر سمال آر. نیمیز اسمش چی بود؟ آر. صداش چیه؟ ر. کپتال اس سمال اس. کپتال اس سمال اس. نیمیز اس ساوندیز آفرین. کپتال تی سمال تی. دو تا شکل داشتیم برای سمال تی بچه ها. هر دوتاشون درسته هر کدومو نوشتی. کپتال تی سمال تی. نیمیز تی ساوندیز ت. ساوندیز ت. اسمش تی صداش ت. حرف بعدیمون کپتال یو اسمال یو. کپتال یو اسمال یو. آفرین. باریکلا به شما که داری زود زود میگید. اسمش یو صداش آ. باریکلا. کپتال وی اسمال وی. اسمش وی صداش و. باریکلا به شما. کپتال دابلیو اسمال دابلیو. کپتال دابلیو سمال دابلیو. اسمش دابلیو صداش چی بود بچه ها؟ ساوندیز و. و. آفرین به شما. خب بریم سراغ حرف بعدی. کپتال اکس اسمال اکس. اسمش چی بود؟ اکس. صداش چیه؟ اکس. خیلی خوبه. آفرین. خب بریم سراغ حرف بعدی. کپتال وای اسمال وای. کپتال وای اسمال وای. اسمش چیه؟ وای. صداش چی بود؟ یه. خب بچه این یادتونه گفتیم اسمال وای هم دوتا شکل داره. هر کدومو نوشتید، هر کدومو هر جا دیدید درسته؟ اینم یادتون باشه. خب بریم سراغ حرف آخرمون. گفتیم حرف آخرمون دوتا اسم داره. بعضیا بهش میگن زد، بعضیا بهش میگن زی. کدوم درسته؟ هر دوتاش درسته. هیچ مشکلی نداره. هر کدومو که بگید درسته. خب پس من هم میتونم بگم کپتال زد، سمال زد. هم میتونم بگم کپتال زی، سمال زی. بله دوتاش درسته. خب نیمیز اسمش چیه؟ زد یا آفرین زی. صداش چی بود؟ ز. آفرین. خیلی خوبه. خب اینم از پایه و اساس زبان. خیلی خوب بود بچه ها. مرسی. اینا رو هی با خودتون تمرین کنید، نوت بردارید بنویسید، هی تمرین کنید. خب بچه کتاب تمریناتون رو باز کنید. آفرین. کتاباتون رو باز کنید. تا یه نکته ای رو حتما بهتون بگم. نکته نوشتاری. خب بچه ها نوشتن حروف هم خیلی مهمه. آره. خب چطوری بنویسیم؟ الان بهتون میگم. نگاه کنید اینجا رو. بچه فکر کنید این دفتر منه. این دفتر چهار خط منه.
خب حالا میتونید دفتر دو خطم استفاده کنید، هیچ مشکلی نداره. نمونه شو روی دفتر دو خطم براتون می‌نویسم. خب اینم دفتر دو خط. من دو تا دفتر دارم، هم یه دفتر چهار خط دارم هم یه دفتر دو خط. خب اینجا رو نگاه کنید بچه ها، من میخوام حروف رو بنویسم چند تاشو که شما هم ببینید تمرین کنید. خب چطوری بنویسیم؟ آها بچه، خیلی مرتب، از خط نزنه بیرون، از خط نیاد بیرون، انقدری فاصلش با دوتا خط کم نباشه که اصلا معلوم نباشه چیه. آره ترجیحاً من جای شما باشم بچه با مداد مینویسم، اگر خراب شد پاک کنم دوباره بنویسم که هم مرتب و منظم باشه، تکلیفم رو به معلمم نشون میدم، هم زمانی که خودم دارم میبینم لذت ببرم از دفترم یا کس دیگه. آفرین. خب حالا اینجا رو نگاه کنید، کپیتال A سمال A، این روی دفتر چهار خط، دفتر دو خطم رو ببینید، کپیتال A سمال A، هیچ فرقی با هم ندارن، فقط توی دفتر چهار خط یه خط اون بالا اضافه داریم، یه خط این پایین اضافه، که بعضی از حروف رو خیلی راحت تر میشه نوشت و اینکه حالا اونا رو بالانس میکنه، تنظیم میکنه که از خط نزنید بالا، از خط نیایید پایین. اما حروف کوچیک بچه ها حتما بین این دوتا خط باشه، نه از خط بزنه بالا نه از خط بزنه پایین. اوکی اینجا رو ببینید، حالا مثلا یه حرف مثل پی، ببین کپیتال پی سمال پی، یادتونه گفتم یه طبقه میایین پایین؟ آره این همون طبقه هست. حالا یه حرف این، ببینید روی چهار خط من چجوری پی رو مینویسم، اینم از این. خب ببینید هیچ فرقی با هم ندارن، فقط یه ذره مثلا دفترهای چهار خط چون خط بالا پایین رو اضافه دارن کمک میکنن به اینکه راحت تر تنظیم کنید توی نوشتن، دیگه خیالتون راحت میشه بالا پایین نمیشه. خب حالا جی رو ببینید، من یه حرف دیگر رو براتون بنویسم، جی این کپیتال جی، اینم اسمال جی، اینجا کپیتال جی اسمال جی. خب بچه ها نوشتن خیلی مهمه. خب ببینید نوشتن وقتی از اول خوب تمرین کنید و خوب بنویسید، خب مطمئنن توی جمله نویسی و کلمه نویسی هم خیلی بهتون کمک میکنه. پس در نتیجه خوش خط بودن یه قسمتی از اینو نشون میده که بله من خیلی خوب زبانم متوجه شدم، خیلی خوب دارم مینویسم و خیلی خوب میتونم ارتباط برقرار کنم با معلمم، با همکلاسیم، با دوستام. خب این از این بچه ها. موافقید حروفو براتون روی دو خط بنویسم شما هم ببینید؟ بله خب خطمون رو بکشیم اول از همه. خب یه قلم دیگه انتخاب کنیم برای نوشتن که چشماتون هم اذیت نشه. خب شروع کنیم بچه ها، شروع کنیم حالا حروف الفبا رو توی دفتر دو خط من ببینید من دارم چطوری می نویسم. البته شما خودتون یه کتاب تمرین دارید، پرکتیس بوکه، اونو باز کنید، به اون دقت کنید، بعد از اینکه کلاس تموم شد حتما تمرینش کنید بچه ها، حتما بعد کلاس، بعد اینکه کلاسمون تموم شد روی حروف، صدای حروف و نوشتن تمرین کنید. نه زیاد نیست، وقتی دارید می نویسید بچه ها بخونید و تمرین کنید. الان ببینید مثل من میگم کپیتال A اسمال A،
Name is A, sound is A. اسمش A, صداش A. آفرین، خیلی خوبه. وقتی دارید همین یه خط رو می نویسید، پشت سر هم تکرار کنید. هرچی بیشتر تمرین رو که تکرار داشته باشید، پس بازدهی بیشتری داره. خیلی بهتر یاد می گیرید و نیازی نیست که خودتون و خانواده اذیت بشن. بله، می تونید. بریم سراغ حرف بعدی. Capital B, small b. Capital B, small b. صداش چی بود؟ ب. اسمش چی بود؟ B. آفرین. حرف بعدی. Capital C, small c. اسمش C، صداش ک. آفرین. بچه ببینید، اصلا حروف کوچیک من از خط نمیزنه بالا نه از خط پایین. ببین قشنگ بین دوتا خطه. خب بریم سراغ بعدی. بعدیش چی بود؟ A, B, C, D. آفری. Capital D, small D. خب ببینید small D شکمش رو به capital Dه. اوکی؟ یادتون نره. شکماشون رو به روی همه. خب اسمش چی بود؟ باریکلا دی. صداش د. عالیه. خب حرف بعدی ای. کپتال ای اسمال ای. کپتال ای اسمال ای. اسمش ای. صداش ا. باریکلا. بریم حرف بعدی. Capital F, small f. اسمش چی بود؟ F. صداش ف. عالیه. خب بریم سراغ حرف بعدی. حرف بعدیمون چیه؟ باریکلا G. Capital G, small g. اسمش G. صداش گ. اسمش جی. صداش گ. خب حرف بعدی ایج. ایج اسمش ایج. صداش ه. صداش ه. آفرین. باریکلا. حرف بعدی آی. کپتال آی اسمال آی. اسمش آی. صداش ای. باریکلا. حرف بعدی جی. اچ آی جی. کپتال جی اسمال جی. کپتال جی اسمال جی. نیم ایز جی. صداش ج. اسمش جی. صداش ج. کی. بچه ها ببینید دو تا دست داره، یکیش میره بالای خط کپتال کی، یکیش میاد پایین خط. اما اسمالش رو ببینید، دو تا دستاشو چجوری باز کرده؟ بین دو تا خط. آفرین. اسمش چی بود؟ کی. صداش چی بود؟ که. خیلی خوبه. Capital L, small l. Capital L, small l. اسمش L. صداش L. آفرین. حرف بعدی. Capital M, small m. اسمش M. اسمش M. صداش M. صداش م. آفرین. صداش م. خب حرف بعد. کپتال ان سمال ان. اسمش ان. صداش نه. خیلی خوبه. بریم بعدی. او. کپتال او اسمال او. اسمش او.
صداش باریکلا همون دو صدا است، آ او باریکلا. خب بعدیش کپتال پی اسمال پی، اسمش پی صداش پ، خیلی خوبه. او پی کیو کپتال کیو اسمال کیو، اسمش کیو صداش کوه. سخته؟ نه بچه، تمرین کنید. کپتال کیو، کپتال کیو، کیو ساوندیز، ساوندیز کوه، اسمش کیو ساوندیز کوه، صداش کوه، خیلی خوبه. خب بریم سراغ حرف بعدی. چی بود؟ باریکلا، خیلی خوبه. آر، کپتال آر، اسمال آر، اسمش آر، صداش ر، صداش ر، باریکلا. حرف بعدی کپتال اس، سمال اس، اسمش اس، صداش س، آفرین، خیلی خوبه. خب بچه ببینید یک بار دیگه نگاه کنید کپتال اسمالایی که من نوشتم و اسمالا رو ببینید، اونجایی که لازم نباشه اصلا از خط نزده بیرون، ببینید آی بین دوتا خطه، اما ببین جی طبق اون چیزی که هست نوشته شده. بچه ها نه از خط بزنه بیرون، نه از خط بالا، نه از خط پایین. آفرین، آره میشه با تمرین و تکرار میشه، شما میتونید. آر اس. خب حرف بعدی تی، این کپتال تیمون بود، اسمال تی، این یه شکل اسمال تی، اینم شکل بعدیش، گفتیم دوتاش درسته. خب اسمش چی بود؟ چی بود بچه ها؟ تی. صداش چی بود؟ ت، صداش ت، خیلی خوبه. آر اس تی یو، کپتال یو اسمال یو، اسمش یو، صداش آ، آفرین، خیلی عالیه. خب اس تی یو وی. خب شکلا هم کپتال هم اسمال شبیه همن بچه ها، منتها کپتال وی یه مقدار دستاش بالاتره، از خطمون زده بالا، اما اسمال وی بین دوتا خط باقی مونده. خب اسم و صداشو یه بار با هم بگیم، اسمش چی بود؟ وی. صداش چیه؟ و، باریکلا. بریم سراغ حرف بعدی. خب دابلیو بچه ها، دابلیو، کپتال دابلیو اسمال دابلیو، کپتال دابلیو اسمال دابلیو، اسمش چیه؟ دابلیو، صداش چیه؟ و، و، باریکلا، آفرین. سراغ حرف بعدی اکس، شبیه همان کپتال اسمال، دوباره کپتال یه مقدار بزرگتر و از خط زده بالا، اما اسمالش بین دوتا خط نوشته میشه، آفرین. خب اسمش چی بود؟ اکس، صداش اکس، صدا و حرف، اسم و حرف یکسانه. حرف بعدی خب کپتال وای اسمال وای، اسمش چیه؟ وای، صداش چی بود؟ یه. بچه دوباره گفتیم مثل تی دوتا شکل داره، هر دوتاش هم درسته. و آخریش کپتال زد اسمال زد، اسمش زد یا اسمش زی، صداش ز. خب بچه ها
این از حروف الفبامون، هم نوشتنش رو کار کردیم با هم روی دو خط. یادتون نره کتاب تمریناتون رو انجام بدید. صدای حروف رو کار کردیم، اسم حروف رو کار کردیم. برای هفته بعد کلی برنامه داریم بچه ها. توی این یه هفته تمرین کنید، تکرار کنید تا جلسه بعد بتونیم کارامون رو پیش ببریم. امیدوارم که لذت برده باشید، زبان رو با لذت بخونید، دوستش داشته باشید. توی آینده خیلی بهتون کمک میکنه و همین حالا روز خوبی داشته باشید بچه ها. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.